سلام بچه ها، چطوری؟ امیدوارم کالتون خوب باشه. من حدیثم و خوش اومدیم به چنل موویشه. 7 سال از زمان اکران سیکس بیگ هیرو میگذره، اما بیمکس قهرمان داستانمون از یادها نرفته، بلکه یه نماد محبوب و دوست داشتنی واسه ما و طرفداراش شده. حالا با سریال بیمکس از شبکه دیزنی پلاس دوباره پیش ما برگشته و این یه خبر خوب واسه یه طرفدارای این شخصیته. حالا بریم تا چیزای بیشتری از این انیمیشن جدید جنجالی بشنویم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و چنلم سابسکرایب کنید و زنگولم بزنید و بدو بریم. Hello, I am Baymax, your personal healthcare. What's that? Borax? I am Baymax. بازگشت بیمکس شخصیت مورد علاقه ما و طرفداراش دوباره مورد استقبال شدید مردم قرار گرفت. با یه زمینه آشنا ولی متفاوت. سان فرانسیسکو عادی و مثل قبل به نظر میرسه، اما واقعا اینطور نیست. We exercise. I will find the nearest recreational facility using my state-of-the-art GPS locator. Found it. How about that? 20 full minutes devoted to that. این بار مناطق جدید و قدیمی رو با یه ساختار غافلگیر کننده ساختن. روی کلری تهیه کننده ی انیمیشن گفته که ما تیمایی رو برای بررسی سان فرانسیسکو و توکیو فرستادیم تا تحقیقاتی انجام بدن، در حالی که یه شهر جهانی از اون بیرون اومد. الگوی شهر و خیابونای انیمیشن سان فرانسیسکوه، ولی با عنصر طراحی توکیو، یه چیز عجیب و جهانی و سرزن. My ankle. Oh no. Do not worry, I will manage the cafe. این سریال یه انیمیشن کوتاه 6 قسمتیه که هر قسمتش 8 دقیقه است و توی هر قسمت به یه موضوع جدایی پرداخته. مراقبت‌های سلامتی بهداشتی رو کنار کارای روزمره قرار میده، جایی که بیمکس هنوزم دست از مراقبت کردن از همسایه ها و مردم نکشیده. یه اپیزودی از سریال که تمرکز روی بلوغ آدم ها داره، صدا پیشه بیمکس فکر کرد که خیلی خوبه که این موضوع به عنوان یه چیز شرم‌آور و خجالت آور یا چیزی که قابل پنهان کردن باشه تلقی نمیشه و به طور کاملا آشکار راجبش صحبت میشه. در واقع این سریال از موضوعی ناراحت کننده و حساس دوری نمیکنه و همین باعث یه تعادل خیلی خوب و سبک سنگین کردن اتفاقات توی انیمیشن میشه. هویت اصلی این شخصیت هیچ تغییری پیدا نکرده. بزرگترین نقطه قوت این شخصیت رباتی درک محدودی از احساسات انسان است. این انیمیشن میخواد به ما نشون بده که کسایی که به ما مراقبت‌های سلامتی و بهداشتی ارائه میدن هم قهرمان به حساب میان. بیمکس کاملا شبیه ما نیست، چون یه هدف داره، اونم گردش توی شهر رو کمک کردن به مردمه، در حالی که همه ما آدما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. مثلا روی یه هدف متمرکز بشیم و هر روز بخوایم اونو تکرار کنیم واقعا تواناییشو نداریم. اما اگه بتونیم انقدر آگاه و عاقل بشیم که یه لحظه یا پیدا کنیم که توش بتونیم یه استعداد یا یه مهارت یا یه چیز خاص از خودمونو که مورد نیاز ارائه بدیم، میتونیم به خوبی ازش استفاده کنیم. بچه ها، شما نظرتون راجع به این انیمیشن سریالی چیه؟ اصلا دیدیدش هنوز؟ اگه دیدیدش توی کامنت ها حتما نظرتون راجع به این انیمیشن به ما بگید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا آخرین ویدیو هم با ما همراه بودید و امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. این کنار 2 تا ویدیو دیگه واسهتون میذارم که اگه دوست داشتید یه سری بهشون بزنید و اونا هم
تماشا کنید. چیزهایی که باید راجع به انیمیشن گربه چکمه بوش 2 بدونید و رازهای انیمیشن بچه رئیس. خیلی دوستتون دارم، فعلا.